مقام های ارشد وزارت دفاع آمریکا طیف وسیعی از گزینه‌ها برای تقویت کمپین نظامی علیه داعش در عراق و سوریه را بررسی کرده و به رئیس جمهوری آمریکا تسلیم کردند. این گزینه‌ها امروز از سوی اشتون کارتر وزیر دفاع و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا که ساعتی پیش آغاز شد مطرح می‌شود. همکارم شهلا آراسرز کنگره با ماست. خانم آراس، از جزئیات این جلسه بگیم و اینکه اساساً اهمیت این گزینه‌ها چیه؟ فرماندهان نظامی آمریکا طی هفته‌های اخیر چندین گزینه رو در ارتباط با تقویت کمپین علیه داعش مطرح کردند که بخشی از افزایش فشار در داخل دولت آقای اوباما برای مقابله شدیدتر با گروه‌های تروریست هست و نیروهای آمریکا رو به خط مقدم پیکار در عراق و سوریه در نزدیکتر میکنه. این گزینه ها برای نخستین بار تعداد محدودی از نیروهای آمریکا رو در نیروهای عملیاتی ویژه رو در خاک سوریه مستقر و در عراق در سطح تیپ یا گردان در جنگ داخل میکنه. مشاوران نظامی آمریکا تاکنون در عراق در پایگاه ها و دفاتر مرکزی مستقر بودند. جان مکین رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح سنا برای گفت که برای سرعت بخشیدن به خاتمه جنگ و درگیری در سوریه باید بشار اسد رو از نیروی هواییش رو و اون بمباران‌های بمب‌های بشکه‌ای رو که موجب مرگ و فراری دادن غیرنظامیان سوریه و ایجاد پناهندگان میشه بازداری کرد. We must recognize that Putin is not interested in a negotiated solution in Syria. ما باید درک کنیم که پوتین علاقه‌ای برای یافتن راه حلی برای سوریه که به سود منافع آمریکا باشد ندارد و باید گام‌هایی که هزینه‌های سنگین برای روسیه در هر نقطه ممکن به همراه دارد اعمال کنیم. و سرانجام همانطور که ژنرال پتریاس اخیراً توصیه کرد، باید استراتژی طراحی کنیم که با قدرت و هدف‌های ایران در منطقه مقابله کند، نه اینکه تن به راضی کردن آنها بدهیم. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با اشاره به بحران و درگیری در منطقه گفت اقدامات و موضع قوی آمریکا در منطقه با توجه و در نظر گرفتن منافع ما هدایت میشه. Those interests are to deter aggression, to bolster the security of our friends and allies. این منافع دفع تجاوزات، تقویت امنیت دوستان و متحدان ما به ویژه اسرائیل، اطمینان از رفت آمد آزاد در خلیج فارس و کنترل نفوذ منفی ایران در منطقه همزمان با نظارت بر اعمال طرح جامع اقدام مشترک و همچنین تضعیف و نهایتاً شکست داعش است. وزیر دفاع آمریکا در تشریح گزینه‌های جدید در پیکار با داعش در منطقه ابتدا به تشدید فشار بر سنگر و مرکز مدیریت داعش در رقه در سوریه اشاره کرد که گفت که تقویت نیروهای میانه‌روی سوریه همراه با ائتلاف کردها و عرب‌های سوریه در نظر هست، همینطور تقویت اردن و تشدید حملات هوایی. آقای کارتر یک جمله گفت در ارتباط با نقش نیروهای آمریکا که گفت ما از حمایت متحدان توانامون در فرصت‌های حمله به داعش یا انجام مستقیم چنین ماموریتی چه از طریق حملات هوایی یا اقدام مستقیم روی زمین خودداری نخواهیم کرد.